نگاشتند نگین کبیر، مرواریدی درخشان که شبهای کبیر را نورافشانی می کند. سیاهی کبیر را می شکافد و روح زندگی را در پس پرده های تو در توی خشت های خشک نمایان می سازد. نه آبی دارد، نه سبزی و نه رودی روان، و این همه زیبایی. آفرین بر جادوی آفتاب و تابش نور خیره کنندش بر فرش خاک. چه جذبه‌ای دارد خاک این سرزمین که هماره انسان حیرت زده وا میماند در سرزمین آفتاب و می ستاید آفریننده این همه سادگی را. یزدان پرمهر را که نامش بر سینه فراخ کبیر ماندگار شد و بلاد ستایش و نیایش را در سه حرف جاودان کرد: یزد. شنوی صدای آواز خشت زنهای شهر را، صدای چرخ کوزگران چیره دست را که آدمی را به سفری دیگر میبرند، سفر به اعماق تاریخ، سفر به گذشته های دور. یزد یکی از فصل‌های تاریخ است، همچنان ماندگار. یزد دفتر گشوده گذشتگان است، بیزنگار. به یزد بیا و سکوت کبیر را تجربه کن. دست‌های مهربان آفتاب تو را به نزد نیاکانت می‌برد و خاک می‌شود آغوش پدرانت. نگاه کن. مسجد سلام خداوند است. مسجد همان صدای سخن عشق است که میماند به یادگار، نسل به نسل، دوران به دوران. یعنی نسیم یا بوی خوشی که وادی به وادی میگردد و فرا میخواند تو را به خانه دل، به حریم امن یار، به مکان سجود برای رسیدن به عالم امکان. سر بر خاک نه و دل از خاک بردار که برگزیده شده ای
برای ثناگویی ذات لایزالی. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. ورودی اصلی مسجد از سمت راست بازارچه است. حیات اول به سبک قاجار و دارای ارسی‌های کوچک چوبی در دو طبقه است. پس از آن سردر ورودی دیگری با کاشیکاری و در چوبی قدیمی به چشم می‌خورد. میگویند زمین‌هایی که برای ساخت مساجد توسط مردم انتخاب می‌شود، اماکن متبرکه‌ای هستند که خواست خدا در انتخاب آنها را نمی‌توان نادیده انگاشت. و خوشا به حال مردمانی که جایگاهی را بنا می‌کنند تا شود جایگاه جان‌های آزاده و خلوتگاه اهل راز. حال این تکه زمین متبرک را می توان در جنوب میدان خان یافت که در سال 1222 هجری قمری توسط ملا اسماعیل بنا گردیده و از همین روی به مسجد ملا اسماعیل شهرت است. خط استاد علی محمد کاوه، هنرمند معاصر یزدی، کتیبه‌ای گرداگرد گنبد را در بر گرفته
به رنگ نیلی آسمان و حک شده بر زمینه سفید، و گویی آدمی را که چون قطره است حقیر به بحر عشق می‌خواند و بر لوح سپید وجودش آرامش را حک می‌کند. زمان که پای در محراب می نهی و سر بر خاک، دل در درون سینه بیقرار می شود به یاد علی. مسجد مشتمل است بر ایوانی وسیع، شبستانی با 32 ستون و گنبدهای مرتفع. اینجا یادآور میادگاه بزرگ مرد تاریخ، امیر ولایت و مظهر عدالت علی است که در محراب آسمانی عشق قامت سپید دیدار بست و سجاده سپید بیالایشش را سرخ به جا گذاشت تا رستگار شود. مسجد ملا اسماعیل شاهد حادثه خونین نیز هست. در 11 تیر ماه 1361 مطابق با 10 ماه مبارک رمضان 1402 قمری، پس از ادای نماز جمعه، منافقی آیت الله صدوقی را در حالی که جایگاه نماز را ترک می کرد در آغوش کشید و با انفجار ایشان را در خون خود غوطه ور ساخت. گذشته درخت مورد از این کتاب جامع الحکایات در زمان حضرت نوح خداوند عالم بده این درخت مورد رو از بهشت برای او فرستاد. پس از چندی بلندی این درخت به 600 ذرا رسید، پهنای آن به 300 ذرا. به وسیله جبرئیل خطاب شد بهش که ببر و کشتی بساز. کشتی که حضرت نوح ساخت از این درخت مورد بود و خداوند عالم موقع برش این درخت
124,000 تخت از این درخت مورد بریدند و هر درختی به نام پیغمبر، هر پیغمبری ثبت شد در این کتاب. عصای حضرت موسی از این درخت مورد بود که منداخ اجدامه شد در زمان فرعون. خانهش متبرک شد با نامش. پیرمرد از تبار محمد است، مهربان و صمیمی، صبور و با اراده چون سرزمینش. دست‌های چروکیده و ترکدارش به کویر می‌ماند. خانه‌اش به سادگی حرف‌هایش آرایش شده. بی پیرایه و راحت. بنشین و تکیه بزن بر درختی که عمری بر پای آن آب ریختند. به پایش نشستند تا جان بگیرد. در و دیوار هم خاطر سرایی می کنند از ایام گذشته، از آفتاب که بی امان می تابد، از این که هیچگاه سایه‌ای در پس دیوار نمی افتد، از حرف ها و سخن هایی که خانه شنیده است، از بروبیاهایی که دیده است، از هیاهوی بچه ها در حیات. در این خانه به روی همه باز است. اینجا خانه سید است. در انتهای پیچ در پیچ کوچه‌های کاهگلی یزد، خانه تاریخی ثبت است به نام ملکزاده. اما گویی ده ها فامیل در این سرا عمر گذرانیدند. خانه است به دلبازی روح مهمان نواز صاحب خانه. در قلباب می‌کنی و خود را در میانه حیات می‌یابی. سوتوکور است و صدای سکوت رفیع ترین صدا هاست. کجاست آن شکوه و هیاهو؟ دیگر خبری از آدم هایی که در شاهنشین ها و دالان ها و اتاقای پنجدریش در رفت آمد بودند نیست. چشم ها را از در و دیوار بردار و برهم نه. حال میبرد رویای این خانه ما را به بیش از 100 سال پیش به دوره قاجار، به هیاهوی خانه های اصیل قدیمی ایرانی، به اندرونی ها، به هشتی ها و پنجره های چوبی مشبک. در ضلع شمالی خانه یک پنجدری با گچکاری و آینه‌کاری در سقف و بدنه و در ضلع شرقی سدری های سگانه رخ می نمایند.
در طرفین پنجدری ضلع شمالی و نیز در طرفین تالار ضلع جنوبی بالاخانه هایی است. خانه از ایمان دارد، ایمان صاحب خانه. خانه، خانه یکتاپرستان است. نگاه کن، میبینی کلمات روحانی و قدسی این گیتی را که چگونه بر پهنای دیوار نگاشتند؟ یا رحمان، یا رحیم. خانه را همواره مطبخی بود در زیر زمین، چند پله پایین تر از حیاط، خنک و خشک، مکانی مناسب برای نگهداری غذا و آذوقه، کوزه‌های ترشی، سبزی‌های خشک. درمان از اوی است، درمان از اوی است، درمان از اوی است،
معماری شگفت‌انگیز این خانه صاحب خانه را خبر می کند از طلوع و غروب خورشید. با آن هنگام که خورشید قصد می کند برفتن از سوی غرب، رخ طلاییش دیوارهای خاکی خانه را رنگی بی نظیر می بخشد، همچون طلا که گویی بر در و دیوار پاشیدند. آب حوض بیقراری می کند برای دستانی که آستینی بالا زده به قصد غربت داخل حوض شوند. به نام خداوند خورشید و ماه، که دل را به نامش خرد داد را، خداوند بهرام و ناهید و مه، خداوند این برکشیده سپه، پناه جوان پشت ایرانیان، فروزنده اختر کاویان، ز کوشش مکن هیچ سستی بکن، بگیتی جزونیز پروردگار، شد ایران به کردار خرم بهش، همه خاک او انبر و زر خشت، بزرگی او چون نهان من است، جهان خانمش چون جهان هزاران فدای تو با، خرد زافرینش ردای تو با، رهایی نیابم سرانجام از این، خوشا باد نوشین ایران زمین، کنون این همه داستان من است، گل و نرگس و بوستان من است، درود جهان آفرین بر تو باد، خم چرخ گردان زمین بر تو باد، پذیرفتم از دادگر داورم، که هرگز پیمان تو نگذرم، که هرگز پیمان تو نگذرم. چو خورشید از پرده بالا گرفت، جهان از سرا تا ثریا گرفت، زمین چون بهشتی شد آراسته، ز داد و ز بخشش پر از خواسته، تو گویی به سوگند پیمان کنم، که هرگز وفای تو را نشکنم، پذیرفتم از دادگر داورم، که هرگز پیمان تو نگذرم. سرانجام از این، خوشا باد نوشین ایران زمین، خوشا باد نوشین ایران زمین، خوشا خوشا خوشا.
مکن هیچ سستی به کار، بگی کی جزونیز پروردگار پناهه.